درود به همه شما عزیزان همراه امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون عالی باشه و لحظه هاتون سرشار از شادی و آرامش باشه با من همراه باشید با داستان امروز من اسمم نسرینه چهل و چهار سالمه ما سه خواهر و دو برادر بودیم یه برادر بزرگتر که اسمش امین بود بعدیش خواهرم الهه طیبه و من و برادر کوچیکمونم امیر بود مادرم این سه تا دختر رو دنیا آورده بود به امید اینکه یه پسری دنیا بیاره تا پشت و پناهمون باشه اون معتقد بوده که پسر نباید توی خانواده تنها باشه و باید برادری داشته باشه که پشت و پناهش باشه اینا رو به خاطر برادرم امین میگفت عجیبه که مادرم فکری برای پشت و پناهی ما دختران نداشت و دنبال پشت و پناه امین بود کلا مادرم عاشق پسر بود یه وقتهایی به ما میگفت شما رو دوست دارم ولی کافی بود یکیمون پشت سر یکی از برادرا کوچیکترین حرفی بزنیم مادرم چنان دعوایی راه مینداخت که باورمون نمیشد من از بچگی دختر پرشور و حرارتی بودم دو تا خواهر بزرگترم اونجوری نبودن ولی نمیدونم چرا اونقدر آتیش من تند بود از همون کودکی دلم میخواست با پسرا بازی کنم وقتی که یه پسر یا مرد حتی پدرم منو بغل میکرد خوشم میومد اینو بگم که شاید این مورد به خاطر هوا و هوس نبود کلا دختر بودن و دوست نداشتم و دلم میخواست پسر میبودم یادم این وقتی مدرسه میرفتیم دو تا خواهرام از من بزرگتر بودن و کلاس بالاتری بودن ولی همیشه مجبور بودن شیطنت ها و شلوخ منو های من اونا تحمل کنن چون هر وقت معلممون از دست من آسی میشد سراغ یکی از خواهرام میفرستاد تا بیان و چغلی منو به اونا بکنه نمیدونم اونا چه گناهی کرده بودن که باید مدام سر تکون میدادن و میگفتن چشم چشم بهش میگیم شیطنت های من در حد اعلا بود چند نمونه کوچیکشو میگم تا بفهمین من چه جور دختری بودم من آدمی بودم که برای اذیت معلم سوزنی رو داخل صندلی چرمی فرو می کردم تا وقتی معلم میشینه سوزن تو بدنش فرو بره. این تازه اولش بود. از پارچه آبی که به زحمت به بالای در و با کلی دوز و کلک بسته بودم و وقتی معلم در کلاس رو باز کرد کل پارچه آب رو سرش خالی می شود. البته گاهی کارایی می کردم که هیچکس خبردار نمی شد که کار منه ولی شیطنت های من اونقدر زیاد بود که هر اتفاقی توی مدرسه می افتاد مدیرمون می گفت برید نسرین رو بیارید اول تلاش می کرد من رو به حرف بیاره تا بفهمه اون کار کار منه مثلا یه بار ساعت بالای تخت سیاهی کلاس پنجمیا شکسته بود مدیرمون گفته بود نسرین رو بیارید ببینم حتما کار اونه و وقتی منو پیشش بردن گفتم خانم یه نگاه به این قد کوتاه ما بکنید به قدمون میخوره که دستمون به اون ساعت برسه بعد من به کلاس پنجمیا چی کار دارم شما سه تا صندلی رو هم بذارید من نمیتونم برم روش و دستم به اون ساعت برسه چی پیش خودش فکر میکرد یعنی من اونقدر بیهوش بودم که همچین کارهای پیش و افتاده و بی خودی رو انجام بدم من آدم فوقالعاده باهوشی بودم که وقتی باعث آزار و اذیت دیگران می شدم خلاقیت زیادی به خرج می دادم تا خیلی دیرتر دستگیر بشم یه نمونه از کارام این بود که پنج تا کرم خاکی رو پشت کتابای کتابخونه قایم کرده بودم. آخه این کار به عقل جن میرسه. وقتی مسئول کتاب خونم رفته بود تا کتابا رو مرتب کنه یکی از کرما روی دستش اومده بود و اونقدر جیغ زد که کل مدرسه خبردار شدن که حتما یه اتفاقی افتاده هنوزم صداش تو گوشم و داره زنگ میزنه خب آدم باید تو شیطنتم یه جورایی خلاقیت به خرج بده همش که نباید یه مدل برخورد کنی و یه جوری دیگران اذیت کنی که اونا متوجه بشن شما باورتون میشه وقتی مدیر مدرسه دستش رو داخل کیفش میکنه تا ناخونگیرش رو بیرون بیار و اون ناخونای درازش رو توی مدرسه بگیره به جای ناخونگیر مارمولک تو دستش بیاد خب اینا خلاقیته ولی من به جای اینکه خلاقیت هم شناخته بشه و تلاش کنن منو در راه راست هدایت کنن طوری برخورد میکردن همه خلاقیت هام در راه کج رشد میکرد اگه میخواستم به دیگران کمک کنم هم نمیتونستم. مثلا یه بار از مدرسه که اومدم بیرون پیر زنی رو دیدم که یه سبد میوه دستش بود میخواست از خیابون به اون سمت بره به طرفش رفتم و خواستم شجاعانه از خیابون ردش کنم سبدش رو گرفتم و گفتم دستتون رو به من بدید تا شما رو از خیابون عبور بدم و وسط خیابون سبد میوه از دستم در رفت همه ی میوه شروع کردن توی خیابون رژه رفتن پیرزن بیچاره شروع کرد به زدن توی سر خودش و دیگه کاری از من ساخته نبود و نتونسته بودم وظیفه ای رو که به عهده گرفته بودم به نحو احسن انجام بدم. باید اونجا رو ترک می کردم. نه اینکه از این بابت خوشحال باشم. از خجالتم نمیتونستم وایسم. به اون سمت خیابون رفتم و مردم رو دیدم که برای ماشینا دست تکون میدادن تا اونا وایسن و بتونن میوه های اون پیرزن رو جمع کنن و توی سبدشون بریزن. البته یه سری از میوه ها به کف لاستیک بعضی ماشینا چسبیدن. وقتی به دوره راهنمایی رفتم، میزان شیطنتام کمتر شده بود. روابط عمومی بسیار بالایی داشتم. جوری که خیلی راحت میتونستم با همه بچه های مدرسه دوست باشم. حتی با اونایی که کلاس های بالاتر بودن و از من جلوتر بودن. توی ورزش فوقالعاده بودم اگه قرار بود والیبال بازی کنیم تیمی که من داخلش بودم میبرد چون سرعت من توی توپگیری و ارسال اون بینظیر بود با وجود اینکه قد من نسبت به بقیه بچه ها کوتاهتر بود من تو قد کوتاهی به پدرم رفته بودم برعکس مادرم قد بلندی داشت توی دوران راهنمایی عجیب دلم میخواست که به جای درس خوندن ازدواج کنم سن بلوغ و دوره حساس و من که هیجانات بسیار فوق تصوری داشتم طوری که مادرم یه بار داشت یواشکی به پدرم میگفت نسری نسبت به دوتا خواهرای بزرگش زودتر به بلوغ رسیده تا اون روز من نمیدونستم که خواهرام هنوز به بلوغ نرسیدن همه اینا دست من نبود فکر میکنم یه داستانی هم تو همین کانال با این موضوع گوش کردم که متاسفانه بعضیها ها اونو قضاوت کرده بودید برخورد خوبی باهاش نداشتید آفرینش ذات انسان ها که دست خودش نیست از اونجایی که اون زمانها دخترها زود شوهر میکردن خواهرم که از ما بزرگتر بود و کلاس اول دبیرستان بود چند تا خواستگار داشت حتی خواهر دومم که سوم راهنمایی بودم خواستگار داشت من اول راهنمایی بودم دوست داشتم منم خواستگاری داشتم و به اون جواب بله میدادم و ازدواج میکردم پدرم گفته بود تا وقتی که دختر حداقل دبیرستانی نباشه شوهرش نمیدم. من تلاش میکردم که زودتر سوم راهنمایی و بگیرم و ازدواج کنم تازه باید سب میکردم دو تا خواهر بزرگترم هم ازدواج کنن و بعد ازدواج کنم ما توی شهرستان کوچیکی زندگی میکردیم که همه همدیگر رو میشناختم. اصلا نمیشد تا خواهر بزرگتر ازدواج نکرده کوچیکتر ازدواج کنه اونجوری ممکن بود مردم بگن که نکنه دختر بزرگشون مشکلی داره که کسی باهاش ازدواج نمیکنه. همین موضوع باعث می شد که خونواده ها به ترتیب بچه ها رو شوهر بدن. پدر بزرگ من توی روستا زندگی میکرد و ما گاهی وقتا به اونجا می رفتیم تا کنار اونا باشیم. معمولا پنج شنبه ها بعد مدرسه می رفتیم. جمعه می و شنبه قبل از شروع مدرسه برمیگشتیم. یه بار که غروب به روستا رفتیم اتفاق ناگواری افتاد به محض اینکه خونه مادر بزرگم رسیدیم پدر و مادر و برادرام و خواهر بزرگم به داخل خونه رفتن و من و خواهرم توی کوچه موندیم تا بازی کنیم در حالی که هوا تاریک روشن بود و تازه آفتاب غروب کرده بود مادرم که دلشوره گرفته بود از خونه پدر بزرگم بیرون اومد تا ما رو هم به داخل خونه ببره من و خواهرم با فاصله دورتری از مادرم مشغول بازی بودیم یه دفعه مادرم داد زد نه اونجا رو من و خواهرم به اون سمتی که میگفت نگاه کردیم و احساس کردیم سگی که دهنش بازه به طرفمون میاد البته اون سگ نبود و یه گرگ بود خواهرم که زرنگ بود دوید و زیر چادر مادرم خودش رو قایم کرد منم پشت سر خواهرم میدویدم ولی به محض اینکه به مادرم رسیدم تا دستم و به چادرش گرفتم احساس کردم رو هوا هستم. گرگ از صورت هم منو به دهنش گرفته بود و با خودش می برد. چند تا مرد که چوب به دست داشتن به سمت گرگ اومدن و با چوب تو سر گرگه می زدن. ولی گرگ منو رها نمیکرد. کرد. بعد از یه مسافتی بالاخره منو زمین گذاشت و به راهش ادامه داد. اون روز و در اون ساعت شاید بیشتر از ده تا بچه رو گرگ لط و پار کرد. خون از سر و صورت من می اومد. مادرم خواهرم رها کرده بود و به سمت من میدوید و ناله میکرد پدر بزرگ و مادر بزرگم به کوچه اومده بودن و این حوضه می میدیدن پدر و مادرم به همراه من و یه سری از بچههایی که گرگ اونها رو زخمی کرده بود با والدینشون پشت یه ماشین نیسان نشستیم و به مرکز درمانی روستایی بالایی رفتیم اونجا سر و صورت ما رو بستن و به همون واکسن کوزاز و هاری زدن زمانهای قدیم از این اتفاقات زیاد توی روستاها میافتاد تو درمانگاه میگفتن که بیشتر این گرگ ها بیمار هستن. سمت چپ صورت من واقعا به طرز وحشتناکی در اومده بود و یه جورایی زیبایی صورتمو خراب کرده بود. ولی توی اون درمانگاه کار زیادی نمیتونستن انجام بدن. ما به خونه مادر بزرگم برگشتیم و اون شب همش مادرم گریه میکرد. اون شب من تب و لرز عجیبی داشتم و تا خود صبح تو تب و لرز بودم. بدنم تو تب میسوخت و گاهی عرق سردی روی پیشونی می نشست. فردا صبح ما به شهرستان رفتیم و از اونجا به مرکز استان رفتیم و من به بیمارستان منتقل شدم. دکترها پوست صورتمو معاینه کردن و گفتن باید جراحی پلاستیک کنم. اون سال و یک سال دیگه دو تا عمل جراحی روی صورت من انجام شد تا به مقدار 95 درصد صورت من ترمیم پیدا کرد. اون پنج درصد در واقع نقطه رویش مو بود که وقتی موهامو شونه و روی صورتم می ریختم خیلی مشخص نمیشد. بالاخره من تونستم سوم راه نماییمو بگیرم و به اول دبیرستان برم. اون موقع خواهر اولم یه خواستگار پر و پا قرص داشت. خواهرم تازه دیپلم گرفته بود و میخواست کنکور بده. میگفت که قصد ازدواج نداره و دوست داره ادامه تحصیل بده. و جالب بود می میگفتن اگه دختر اولتون نمیخواد ازدواج کنه دختر دومی رو به ما بدید انگار معامله بود حالا که این جنس نشد اون یکی رو میخوایم من تو عالم بچگی و نفهمی میگفتم حالا که این دوتا خواهرام نمیخوان ازدواج کنن اصلا منو شوهر بدین شاید اونا هیچ وقت نخواد شوهر کنن من که نباید به پای اونا بسوزم و وقتی پدرم شنید بابت این کارم سیلی محکمی به صورتم زد فهمیدم که اشتباه بزرگی کردم و نباید همچین کلامی رو به کار می بردم. اول دبیرستان رو می خوندم ولی نمرات خیلی پایینی داشتم. در پایان سال چند تا از درس و نمره پایین گرفته بودم و میگفتن مردود شدی و یه بار دیگه باید سال اول دبیرستان رو بخونم. من که دیگه اصلا حال و حوصله درس خوندن نداشتم. همون روزا خدا رو شد یه خواستگاری برای خواهر دومم اومد و خواهر اولم که قصد ازدواج نداشت به پدر و مادرم گفت که اونا میتونن خواهرم و شوهر بدن بابام بل اجبار راضی شد و خواهر دومیم نامزد شد من که از شادی نمیدونستم باید چیکار کنم چون فکر میکردم بعد از اون نوبت منه که ازدواج کنم کمتر از دو ماه عقد با عروسی فاصله افتاد بعد از عروسی خواهرم خونمون یه مقدار سوت و کور شد چون خواهرم هیجان بیشتری نسبت به خواهر بزرگم داشت خیلی وقتها ما توی حیات خونه با هم بازی می کردیم. ولی خواهرم ازدواج کرده بود و از شانس من خونهشونم شهرستان دیگه بود و یه جورایی من تنها شده بودم دلمم نمیخواست که ادامه تحصیل بدم به پدرم گفتم من دوست ندارم درس بخونم اونم از خدا خواسته گفت پس نمیخواد بری اون روزها خواهر بزرگم دانشگاه قبول شده بود و تو مرکز و استان توی خوابگاه میموند تو خونه من تنها دختر بودم برادرام که دیگه خیلی کاری با من نداشتن این تنهایی باعث شده بود که بیشتر وقتا برم تو کوچه و با دخترای همسن و سالم تو کوچه بشینم هرچند چند صبحها اونا به مدرسه میرفتن و من تک و تنها بودم باید صبر میکردم تا عصری که بتونم اونا رو ببینم یه روز مادرم میخواست به مراسم روز خونی بره از اونجایی که مادرم روی دختر و پسرها حساس بود و من تنها دختر خونه بودم به گفت که همراش برم ولی من دوست نداشتم که برم داداش بزرگم خونه نبود و داداش کوچیکم هم خواب بود مادرم میگفت پس هیچ جایی نری تا من برگردم اون رفت بعد از رفتن اون برادرم از خواب بلند شد اول از من خواست که براش آب بیارم من نمیخواستم به حرفش گوش بدم ولی چون میدونستم اگه گوش ندم ممکنه منو بزنه بلجبار رفتم براش آب آوردم خودم هم به اتاق دیگه ای رفتم. لوازم آرایشی مادرم رو برداشته بودم و تو اون اتاق داشتم جلوی آینه به لبام روش میزدم که دیدم داداشم از پشت منو بغل کرد و من که هیجانات بالایی داشتم خیلی از این کار خوشم اومد. بدون اینکه به سمتش برگردم دستم و رو دستاش گذاشتم و اون به هم گفت که بیا زن و شوهر بازی کنیم و چقدر من دوست داشتم. اولش مثل مردانش هست و گفت برو برای من غذا بیار. من علکی مثلا براش غذا آوردم. بعد گفت خیلی خوب جا رو بنداز بخوابیم الان نبینید که دخترای اول دبیرستان همه چی رو میدونن واقعا من هیچ چیزی نمیدونستم و خیلی چیزا برام مبهم و گنگ بود منم یه تشک انداختم و یه بالش گذاشتم داداشم روی تشک دراز کشید و منم رفتم بغلش دراز کشیدم همین هین مادرم در رو باز کرد و وارد خونه شد وای که زهره ترک شدم داداشم زود از اتاق پرید بیرون و فرار کرد ولی من نتونستم فرار کنم اونقدر مادرم منو زد که بیهوش افتادم وقتی به هوش اومدم دیدم توی رخت خواب هستم و پدرم بالای سرم نشسته چشمامو که باز کردم به هم لبخند زد گفت خدا رو شکر که زنده ای اون شب شنیدم پدر و مادرم دعوا میکردن پدرم میگفت تو که میدونی آتیش و پنبه رو نباید یه جا بذاری به چه درد میخوره بری روز خونی و بیای ببینی زندگیت نابود شده من اصلا این دختره رو مقصر نمیدونم مقصر تو هستی که تو خونت وای نمیسی و فکر نمی کنی که باید بالا سر بچت باشی اولین خواستگاری که بیاد باید نسرین و شوهر بدیم بره اینو نمیشه توی خونه نگه داشت فردا یه آب رو ریزی برا ما درست میکنه حالا بیا و جمعش کن با قسمت اول حرفشون خوشحال شدم اینکه زودتر شوهر کنم ولی اینکه من مایه آب رو ریزی هستم خوشم نمیومد در این که من رشد فکری خوبی نسبت به سنم پیدا کرده بودم حرفی نیست ولی خانوادم به این مسئله توجهی نداشتن بچه ها با همدیگه متفاوت هستن و هر کسی رو فقط با خودش میشه مقایسه کرد نه با بچه دیگه زمانی که برخی مسائل برای بچه ها توضیح داده نشه اونا چطوری میتونن بفهمن اون کار درسته یا اشتباهه سر این موضوع مادر ساده من به خاله هم گفته بوده که یه پسر خوب که قصد ازدواج داشت دور و برتون سراغ داشتین دختر منو بهشون معرفی کنین چون دختر کوچیکم درس که نمیخونه بر ازدواج کنه خب خیلی بهتره سنش میره بالاتر اون وقت ممکنه خواستگار خوب نداشته باشه یکی از خاله هام هر چی خواستگار در و داغون بود به خونه ما می آورد یکی از اون خاستگار ها اسمش داوود بود داوود یه مقدار از نظر بینایی مشکل داشت مشکل که ارز کنم خیلی مشکل داشت طوری که وقتی مثلا از یه اتاقی خارج می شد برای پیدا کردن کفشش خم می شد یا میتونم بگم رو زمین می نشست تا بتونه کفشش رو پیدا کنه. فکر می کنم فاصله لازم برای دیدنش کمتر از نیم متر بود و عجیب بود شاگرد راننده ماشین سنگین بود. پدرم می گفت اون آدم حسابی و خونه هم داره. من که هیچ چیالیم نبود. فقط میخواستم که ازدواج کنم و یه جورایی از اون خونه راحت بشم. قبولش کردم. علت اینکه که دوست داشتم زودتر ازدواج کنم به خاطر حرفایی بود که پدرم و مادرم تو خلوتشون میزدن و من شنیده بودم نه اینکه من آدم فضولی باشم اونا زیادی بلند حرف میزدن الان که فکر میکنم اون موقع تصمیم گرفته بودم اگه نتونستم ازدواج کنم حتی از خونه فرار کنم چون رفتار پدر و مادرم با من اصلا درست نبود منو وادار به یه کارایی میکردم که خجالت میکشم بعضیاشونو بگم مثلا یه بار نامه به کارگری که اومده بود و خونمون کار میکرد دادم که ازش خوشم اومده و اونم جواب نامه منو داده بود فکر کنید عقل اون از من ناقص بود من احتمالا اون موقع 15 سالم بود و اون شاید بیست و هفت بیست و سالش بود چطور میتونست جواب منو بده و دقیقا نامه اونو و این من بودم که کتک مفصلی بابت اون موضوع خورده بودم بقیه شاهکارامو تعریف نمی کنم تا بیشتر از اینا به عقل من شک نکنید توی کتابی می که یه هوشی به نام هوش هیجانی داریم که بهش میگن EQ و اون توانایی درک احساسات دیگران و مدیریت احساسات خوده که میتونه منجر به کاهش استرس برقراری ارتباط موثر همدلی با دیگران غلبه بر چالش ها و خونسا کردن تعارض ها میشه و من میتونم بگم هوش هیجانی من بسیار بالا بود چون میتونستم به سرعت با دیگران ارتباط برقرار کنم هرچند میگن این هوش میتونه عامل موفقیت باشه ولی در من باعث مشکل شده بود من تونستم یه نیم ساعتی با داوود صحبت کنم اونم خیلی احساس تنهایی میکرد و میگفت به خاطر مشکل چشماش همیشه تنها بود و از طرف خیلی ترد شده و من که از نظر احساسات بسیار قوی بودم دلم براش میسوخت به پدرم گفتم که حاضرم باهاش ازدواج کنم. بزرگترها مقدمات کارو فراهم کردن. من و داوود با هم عقد کردیم. تو دوران عقد داوود کمتر به خونه ای ما می اومد. تقریبا دو ماه بعد عروسی کردیم. جالب بود که مادر شوهرم اجازه نداد که من و داوود به خونه ای که به نام داوود بود بریم و مستقل زندگی کنیم. اون می گفت عروس من حداقل باید یکی دو سال پیش من باشه به من خدمت کنه و بعد ازم جدا بشه. یه اخلاق العاده قدیمی داشت که اصلا جوونای الان نمیتونن بپذیرنش ولی من برام مشکلی نبود چون من آدمی بودم که در این زمینه ها همیشه پیشتاز بودم و میتونستم به دیگران کمک کنم اون که دیگه مادر شوهرم حساب میشد بالاخره ما عروسی کردیم و با داوود توی دو تا اتاق تو خونه مادر شوهرم زندگیمونو شروع کردیم من توی اون خونه باید صبح خیلی زود از خواب بلند می شدم یعنی قبل از ساعت هفت اول از اینکه مادر شوهرم بیدار بشه حیات و آب و جارو می کردم و تمیز می شد درخت های توی حیات و آب می دادم و ساعت هفت صبح باید حیات از تمیزی برق میزد و هفت صبحم صبحونه رو آماده می کردم تا پدر شوهر و مادر شوهرم از خواب بلند شن و بیان صبحونه بخورن حالا چه شوهرم خونه بود چه سر کار بود هیچ فرقی نمی کرد. این روتین برنامه من بود. فکر نمی کنم هیچ عروسی تو این دوره و زمونه از این کارا بکنه. حتی دوره ای که من این کارا رو انجام میدادم خیلی از دخترها حاضر نبودن از این کارا انجام بدن. من یه چیزی رو یاد گرفته بودم. اونم این که بعد از ازدواج کردن نباید حرفا و چیزایی که تو خونه شوهرت اتفاق میافته رو به کسی انتقال بدی. بنابراین هیچی در مورد اوضاع خودم تو خونه به مادر و خواهرام نمیگفتم. داوود به هم گفته بود که فقط دو سال خونه مادرم میمونیم و بعد به خونه خودمون میریم. من به امید اون سالی که قرار بود به خونه مستقل بریم حاضر بودم اون دو سال رو تحمل کنم. از وقتی که من عروس اون خونواده شده بودم دیگه مادر شوهرم دست به لباس شستن نمیزد. اون موقع لباس شوی نبود و باید لباس رو توی تشت اونم توی حیات میشستم. لباسای های مادر شوهر، پدر شوهر، شوهرم و خودم. تازه یه برادر شوهری هم داشتم که مجرد بود و توی شهرستانی کار میکرد اون در ماه یه بار به خونه میومد و کلی لباس چرک با خودش می آورد. باید همه اونا رو می شستم. به معنای واقعی برده اونها بودم ولی هیچ اعتراضی نمیکردم. عجیب بود که همه این کارا رو انجام میدادم. انگار که جزء وظایف من بود. قبل از جارو کردن اتاقای خودم باید اتاقای مادر شوهرم رو تمیز می کردم. پنجره هاشو دستمال میکشیدم گردگیری میکردم و بعد از مطمئن شدن از تمیزی خونه اونا به خونه خودم میرسیدم یعنی همون دو تا اتاقی که داشتم البته مادر شوهرم قدردان من بود قدردانی رو توی مراسم ها و مهمونی هایی که میرفتیم ابراز میکرد میگفت خدا رو شکر عروسم خیلی تر و تمیز و همه کارا رو درست و حسابی انجام میده من از اینکه ازم تعریف میشد خیلی خوشحال بودم همه این کارا رو یا حتی بخش زیادی شد تو خونه پدر و مادرم انجام میدادم ولی هیچ وقت ازم تشکر نمی کردن. یه جورایی عقده تشکر کردن از خودم رو پیدا کرده بودم حالا از تعریف مادر شوهرم خوشحال بودم اخلاق دیگه ای که مادر شوهرم داشت این بود که میگفت عروس آبروی انسانه باید جوری بگرده که آبروی آدم حفظ بشه و پیش مردم خجالت زده نشی برای همین همیشه به داوود تاکید میکرد که باید بهترین لباس رو برای نسرین بخری از طلا و جواهرات کم نداشته باشه و واقعا داوودم اینا رو برای من میخرید به خاطر یه مقدار وسواسی که مادر شوهرم داشت خانواده من کمتر به خونه ما می اومدن. علت دیگرش هم این بود که من خونه مادر شوهرم بودم و اونا نمیخواستن که باعث ناراحتی خانواده شوهرم بشن و بیشتر وقتها این من و داوود بودیم که به خونه مادرم میرفتیم و یه شام یا نهار خونه اونا میموندیم کسانی که از دور منو میدیدن فکر میکردن من بهتری زندگی رو دارم چون نوع پوشش من، سر و وضع من، طلا و جواهراتم کامل کامل بود به دست مادر شوهرم کدبانویی شده بودم که هر جا مهمونی میرفتم میگفتن عروس فلانی بی نزیره. کاش یه دختری مثل اون نصیب بچه ما بشه شیش ماهی از ازدواج من گذشته بود که یکی از خواهر با شوهرش مشکل پیدا کرد و دست دخترش رو گرفت و اومد خونه مادر شوهرم مادر شوهرم که به معنای واقعی مادر سالار بود دستور داد که حالا که شوهرش دست روش بلند کرده باید جدا بشه چون اتاق زیادی توی خونش نبود یکی از اتاقای منو ازم گرفت و گفت تا وقتی که همیرا همراه بچهش اینجاست توی اون اتاق میمونه و من اون اتاقو برای همیرا آماده کردم و اون اومد و اونجا مستقر شد دیگه من بودم و یه اتاق اینقدر وسایلا رو تو هم چیده بودم که تکون میخوردی به در و دیوار وصل میشدی برای خوابیدن جای دو نفر بیشتر نبود حتی تختم مجبور شده بودم جمع کنم و بذارم توی خرپشتی هرچند مادر شوهرم میگفت این موقتیه نمیدونستم حالا که تصمیم دارن طلاق همیرا رو از شوهرش بگیرن چطور موقتیه یواش یواش داشتم کلافه میشدم این موضوع به داوود گفتم داوود میگفت تو که هیچ وقت اعتراض نمی کردی یه مدتی تحمل کن مطمئن باش دامادمون میاد و خواهرامو میبره مادرم الان عصبانیه ولی اون نمیتونه راضی بشه که دو تا بچه های خواهرم آواره بمونن صبر کن و صبر کن و صبر کن اینا حرف داوود بود پنج ماه طول کشید من دیگه واقعا کلافه شده بودم خواهر شوهرم نه طلاق میگرفت نه سر خونه زندگیش برمیگشت اوزای موجود اونقدر وخیم بود که دیگه نمیتونستم تحمل کنم. یه بار که شوهرم به خونه اومد، یه ساکی بستم و قهر کردم از خونه خارج شدم. شوهرم به خونه پدرم اومد و منم مجبور شدم در مورد خواهر شوهرم بگم و اینکه حتی من فقط یه اتاق برای خودم دارم. اونم اونقدر وسایلا رو داخل هم چیدم که کلافه میشم. پدرم وقتی حرفای منو شنید طوری داوود وایساد و گفت مگه دخترمو به اسیری بردی که دو قرت نیمت باقیه حالا که اینجوریه تا وقتی که اسباب و اساسیت و خونه خودت نبری حق نداری بیای سراغ دخترم موقع خواستگاری میگفتین خونه داری پس الان چی شد و داوود دست خالی به خونشون برگشت بعد از اون پدر شوهر و مادر شوهرم اومدن مادر شوهرم میگفت من تو رو دوست دارم و میخوام کنارم باشی اصلا خواهر میفرستیم خونه که داوود خریده پدرم عصبانی شد و گفت چرا بفرستید خونه داوود چرا نباید دخترم بره خونه خودشو مستقل زندگی کنه چون همیشه پدرم آروم بود و کلا توی منطقه ما به آرومی معروف بود اونا انتظار همچین رفتاری رو از پدرم نداشتن و الان بدجوری حالشون گرفته شده بود از ته دلم خیلی خوشحال بودم از اینکه پدرم ازم حمایت میکنه بالاخره داوود مجبور شد از پوبستاسیه ما رو جمع کرد و به خونه جدیدمون رفتیم پدرم منو برد و توی اون خونه گذاشت. شوهرم میگفت وقتایی که من خونه نیستم نسرین خونه تنها میمونه. پدرم میگفت نگران نباش. اون موقع ها یا میاد خونه ما یا میره خونه مادر شوهرش و من بالاخره طعم خوشبختی رو داشتم میچشیدم. خونه ای که در و دیوارش مال خودم بود. خونه ای که هیچکس از کاری به خوابیدن و بیدار شدنم نداشت. اتفاقا خونه داوود از خونه مادر شوهرم دور بود و چون مادر شوهرم پادر داشت کمتر به خونمون می اومد. این باعث می شد که من احساس خوشبختی بیشتری بکنم. به هر حال منم یه صبری داشتم و صبرم تموم شده بود و نمیتونستم که تا آخر عمر به اون زندگی زلت بار ادامه بدم. حالا هر وقت داوود خونه نبود، ساکم و میبستم و خونه پدر و مادرم میرفتم. البته بعضی وقتها هم خونه پدر میرفتم و مثل کلفت براشون کار میکردم خواهر شوهرم ازم دلخور بود میگفت دو روز من اومدم خونه پدرم تو بلوایی درست کردی اون موقع هشت ماه بود که خواهر شوهرم خونه مادر شوهرم بود نمیدونم با چه تقویمی کار میکردن که هشت ماه برای اونا دو روز حساب میشد اما بالاخره شوهرش اومد و رضایتش رو جلب کرد و اونو به خونه خودش برد جالب بود مادر شوهرم همچنان پررو رو پر رو میگفت این دوتا اتاق رو بچینید و همینجا بمونید و من عمرن دیگه این کارو نمی کردم. وقتی از من ناامید شد و فهمید که نمیخوام به حرفش گوش بدم دوباره روز از نو روزی از نو شدم عروس بد و هر جا می نشست می گفت عروس من دو روز نتونست خونه من دووم بیاره زیر پای شوهرش نشست و خونش رو جدا کرده دیگه حرفاش برام مهم نبود دلم میخواست خونه مستقل داشته باشم چرا باید تو خونه میموندم که مثل برده ها باید کار میکردم؟ این کاری که با من کرده بود چرا دختراش برای مادر انجام نداده بودن انسان خوبه یه کاری رو که برای خودش دوست داره برای دیگرانم دوست داشته باشه یه مدتی مادر با ما قهر کرده بود و زیاد رفت آمدی با ما نمی کرد. حتی وقتی مادر به خونمون می اومد خودش تنهایی می رفت بهشون سر میزد. اون وقتا که مادر به خونمون نمی اومد داوود خودش تنهایی می رفت بهشون سر میزد. حتی نهار یا شام خونهشون میموند و من خونه تنها میموندم و نباید کم میآوردم با این بی محلی ها به قول مادر شوهرم ادب نمیشدم. دوباره نمیخواستم که به اون خونه برگردم. تازه طعم آزادی و زندگی خوب و چشیده بودم. چطور میتونستم اونو از دست بدم؟ باید تلاش میکردم زندگیمو بسازم و فکر آینده باشم. برای همین به خونه و زندگی میرسیدم. به خودم میرسیدم. داوود هم بهونه گیر شده بود یه جورایی میتونم بگم داوود خیلی بچه ننه بود و حرفای مادرش روش تاثیر میذاشت اون از اینکه ما جدا شده بودیم خوشحال نبود همش میگفت تو صبر نکردی حرمت مادرم و نگه داری و وقتی میدید که من دل خور میشم حرف می و بر میگردون دو جور دیگه صحبت میکرد ولی دیگه برام نه طلا میخرید نه خیلی به خرج و مخارج خونه میرسید احساس می کردم، نیمی از کار کردشو رو به خانواده پدرش میداد. وقتی هم که اعتراض می میگفت می گفت چی کار کنم؟ پدر و مادرم پیرن و منبع و درآمد زیادی ندارن و خدا رو خوش نمیاد که منم رهاشون کنم. می گفتم اونقدر که تو نسبت به پدر و مادرت احساس مسئولیت می کنی برادر کچیکترت هم باید همین کارو بکنه. ولی اون همه پولاشو برای خودش جمع می و استدلال مادر شوهرم این بود که اون مجرد و باید به فکر خونه و زندگی آیندهش باشه. کم کم داشتم به این فکر می رسیدم که چقدر من بدبختم که همه چی برای دیگران خوبه وقتی به من می رسه بد میشه. اما همین باید یه کاری می کردم. به شوهرم گفتم می خوام برم سر کار. اون می گفت سر چه کاری می تونی بری که محیط خوبی داشته باشه و حرف و حدیثی پشت سرمون نباشه. بعد کلی فکر کردن تصمیم گرفتم برم آرایشگری یاد بگیرم اون میگفت بالاخره تو آرایشگاه زنا رفت آمد میکنن و مردی وجود نداره و خوبه من به آرایشگری که سر کوچمون آرایشگاه داشت رفتم و بهش گفتم که دوست دارم کنارش کار کنم یه مدتی براش تمیز کننده آرایشگاهش و جاروکش بودم کم کم بند انداختن رو یاد گرفتم و کمک دستش بودم ماهیانه یه مبلغی هم به هم پول میداد هرچند خیلی زیاد نبود ولی برای من خوب بود چون دسترنج خودم بود و میتونستم برای خودم خرجش کنم سه چهار ماهی بود که توی اون آرایشگاه کار میکردم تا اینکه یه روز مادر شوهرم سراسیمه به آرایشگاه اومد چنان قشقرقی راه انداخت که اون سرش ناپیدا میگفت مگه پسر من تو رو سیر نمیکنه بلند شدی اومدی بند انداز شدی تو باعث شدی آبرو حیثیت ما توی فامیل بره همه میگن عروست داره میره آرایشگاه بند میندازه فقط همینم هم مونده که باعث آبرو ریزیمون بشی چند نفری توی فامیلشون آرایشگاه داشتن نمیدونم چرا برای اونا عیب و ایرادی نداشت و بازم سراغ من اومده بود تا اذیتم کنه البته میدونستم عقده اون از کجا نشأت میگیره حسابی عصبانی بودم وقتی داوود به خونه اومد باهاش یه دعوای حسابی راه انداختم و دوباره ساکم و بستم و به خونه پدرم رفتم ولی این بار پدرم حامی من نبود اونم معتقد بود که من نباید برم آرایشگاه کار کنم و باعث میشد که داوود پرروتر بشه و بگه اصلا من نمیخوام زنم کار کنه چرا نباید به حرفم گوش بده و توی خونش بشینه آب و نونش کمه رخت و لباسش ناجوره خونه مستقلم که براش گرفتم دیگه چه مرگشه پدرم هم حرفشو تایید میکرد و آخر سرم ساکم و داد دستم و گفت بلنش و همراه شوهرت از این خونه برو من هنوز یه دختر مجرد دارم وقت اونم میبندی فقط ما تو معبود نگاشون کردم و اشکام صورتم و خیز کرد به خونه برگشتم و نشستم به بخت بدم گریه کردم یه روز که داوود نبود و من تا سوپری سر کوچه رفتم و ماسک گرفته بودم و داشتم به خونه برمیگشتم خانم همسایهمون با هم سلام علیک کرد اون اوضاع منو میدونست البته دورا دور شنیده بود وگرنه من چیزی براش تعریف نکردم به هم گفت که گاهی وقتا بهش سر بزنم و با هم صحبت کنیم چون اونم تنهاست شوهر اونم یه وقتهایی سر کار میرفت و تو معمولیت های طولانی مدتش زن و بچهش تنها میموندن گفتم اگه برم خونشون مادر شوهرم تیکه پارم میکنه اونم گفت خب اگه تو هم نتونی بیای من میام بهت سر میزنم و اومد خونمون اونقدر زن خوب و با سلیقه‌ای بود که حد نداشت زهر خانوم کار با مرواری درست کردن دکوری و گیر سر و یادم داد. با یه مقدار پولی که داشتم یه مقدار مروارید و گیر سر خریدم و تو خونه نشستم گیر سرای مختلف درست کردم. یه روز چند رو برداشتم و به خونه پدرم رفتم تا به مادرم و خواهرام بدم. چون اونا هم موهاشون بلند بود و میتونستن از اون گیر سرها استفاده کنن. چند روز بعد مادرم اومد و گفت که دخترای همسایمون از اون گیره ها میتونی براشون درست کنی پولشو میدن و من کم کم شروع کردم به پول در آوردن از این راه دیگه هر چی درست میکردم به مادرم میدادم اونم تو محله خودشون میفروخت سعی میکرد اسمی از من نیاره تا دوباره مادر شوهرم با یه بهونه سراغم نیاد و دوام نکنه چند وقتی گذشت یه بار که شوهرم به سر کار رفته بود متاسفانه تصادف میکنه اولش حال شوهرم خیلی خوب نبود توی بیمارستان وقتی دیدمش خیلی دلم میسوخت هیچ وقت دوست نداشتم اتفاقی براش بیفته اون یه جورایی سایه سرم بود و باید کنارم میموند وگرنه مجبور بودم برگردم خونه پدرم و روز از نو روزی از نو مادر شوهرم اجازه نداد پیش شوهرم بمونم گفت که زشته برگرد خونت داداشش پیشش میمونه از گریه هایی که میکردم مادر شوهرم مهربون تر شده بود تقریبا یه هفته شوهرم بستری شد و به خونه برگشت اون پاش از چند جا شکسته بود و از کمر به پایین توی گچ بود بنابراین نمیتونست حرکت کن و مجبور بودم زیرش لگن بذارم راضی بودم هر کاری لازمه انجام بدم فقط صحیح و سالم باشه و سایش روی سرم بمونه حدود یه ماه و نیم شوهرم توی خونه بستری شد حقوقی هم نداشت به زحمت روزگار میگذروندیم. من دوباره گیر سر درست میکردم و به مادرم میدادم با پول ناچیزی که از این راه به دست می آوردم شام و نهار درست می کردم. ولی داوود یه بار نمی پرسید که چیزی تو خونه داری یا نه. اون می دونست که درآمد دیگه ای نداریم یا پس اندازی نداریم که بخوایم غذا درست کنیم. خونواده شوهرم همه می دونستن اوضاع مالی خوبی نداریم. ولی وقتی همگی می اومدن خونمون مجبور بودم براشون غذا درست کنم. یه جورایی داشتم آبروداری می کردم. پدرم بنده خدا گاهی برام گوشت و برنج میخرید و به خونمون می آورد می گفت این روزای سخت میگذره نگران نباش انگار فقط وظیفه پدر من بود که تو اون شرایط سخت به ما رسیدگی کنه اما بالاخره بعد از یه ماه و نیم داوود بهتر شد و دوباره سر ماشینی که کار میکرد برگشت ولی متاسفانه پاهاش لنگ میزد و مجبور بود با این وضع بسازه اون روزا برادر بزرگترم هم قصد ازدواج داشت و از شانس من یکی از دخترهای خانواده شوهرم و پسندیده بود. میخواست با اون ازدواج کنه. بعدها متوجه شدیم اینا توی کوچه و خیابون همدیگر رو میبینن و با هم قول و قرار میذارن. هرچقدر من بالا و پایین پریدم و گفتم که اون خانواده خیلی مناسب شما نیستن و نباید با این دختر ازدواج کنی به حرفم گوش نکرد که نکرد. هر چقدر من بالا و پایین پریدم و گفتم که اون خانواده خیلی مناسب تو نیستن و نباید با این دختر ازدواج کنی به حرفم گوش نکرد که نکرد بالاخره مراسم عقد و عروسی برگزار شد اون دختر عمه شوهرم میشد و جالب بود که خانواده عروس بیشتر از خانواده داماد عجله داشتن حرف من این که خانواده رو به خوبی میشناختم مورد قبول برادرم قرار نگرفت قبل عقد به داداشم گفتم حواست باشه اگه قرار شد مسئله تو زندگی من به وجود بیاد ربطی به خانومت نباید داشته باشه چون اینا از یه فامیلن اینو به خانومت بگو و اون گفت چه ربطی داره هر کی تو زندگی خودشه نمیدونم چرا حس خوبی نداشتم نسبت به ازدواج برادرم چون فکر میکردم ازدواج اونا دامنگیر من میشه و واقعا هم همینطور شده بود بعد از اون هر وقت که برادرم با داداشم به مشکل برمیخورد مصیبتی توی زندگی من ایجاد می شد. نمیدونم چرا برادرم و زنداداشم نمیتونستن با هم سازگار باشن. من میدونستم مشکل از کجاست. چون خونواده امی شوهرم رو میشناختم. اونا آدمای های زبون بودن که به هیچ عنوان کوتاه بیان نبودن. برادر منم آدمی بود که زور و قبول نمی کرد و میدونستم که ازدواج اونا آخر و عاقبتی نداره. به هر حال هر وقت که اونا دعوا میکردن و زنداداشم با قهر از خونشون میرفت داوودم با من دعوا میکرد و کاری میکرد که قهر کنم و به خونه پدرم برم واقعا خسته شده بودم و نمیدونستم چی کار باید بکنم من مشکلات دیگه هم داشتم که نمیخواستم بیان کنم خونه شوهر برای من از رفتن به خونه پدرم بهتر بود چون میدونستم اونجا برم دوباره ناراحتی هایی که در گذشته داشتم برام تکرار میشه مخصوصا حالا که برادرم هم با دخترمه شوهرم ازدواج کرده بود و هیچ راهی برام باقی نمیموند اون روزا خواهر بزرگمم یه خواستگار مهندس از دانشگاهشون داشت و بعد از بله برون با هم عقد کردن راستش فکر میکردم من از همه خواهرام موضوع خرابتر بود خودم با دست خودم خودم و بدبخت کرده بودم و حالا نمیتونستم درستش کنم یه روز که داوود با من دعوا کرد و با تحریک مادر شوهرم که خونمون بود منو خونه پدرم فرستاد متوجه شدم دوباره زن داداشم قهر کرد و خونه پدرش رفته با عصبانیت سراغ داداشم رفتم و گفتم مگه من بهت نگفته بودم با این دختر ازدواج نکن مگه من بهت نگفتم که هر مشکلی توی زندگی تو به وجود بیاد دامنگیر زندگی من میشه هر وقت که با زن دعوا میکنی و اون قهر میکنه میره داوودم با من دعوا میکنه و من از خونه میندازه بیرون همه اینا هم تحریکایی از طرف مادر شوهرمه داداشم گفت شوهر تو آدم بیخودیه که دعوای ما رو تو زندگی خودش دخالت میده پدرم معتقد بود که من پر بیراه نمیگم چون میگفت نباید زندگی شما به هم اتصال داشته باشه و اگه اولش این ازدواج انجام نمیدادی اینقدر بدبختی نمیکشیدی تازه جای مشکلش اینجا بود که مهریه من خیلی کم بود ولی مهریه داداشم بالا بود و داداشم نمیتونست اونو طلاق بده درد زنداداش این بود که میگفت باید مستقل زندگی کنم و یه خونه جدا داشته باشم در حالی که اونا طبقه بالای خونه پدرم زندگی میکردن یه جورایی میشد گفت مستقل بودن خورد و خوراکشون کار و بارشون همه جدا از خانواده ما بود به برادرم گفتم باید مشکل تو با خانواده زن تموم کنی یا رومی روم یا زنگی زنگ یا زندگی هر دومون نابود میشه یا اینکه یکیمون نجات پیدا میکنه من دیگه خسته شدم و بیشتر از این توان ندارم اون روز خواهرم که ازدواج کرده بود خونه پدر و مادرم بود و نمیتونستیم زیاد در این مورد با هم صحبت کنیم چون پدرم میگفت داماد غریبه تر و نباید خیلی از رازهای خانواده زنشو بدونه چون سرکوفتی میشه به سر زنش حالم از این رسم و رسومات به هم میخورد واقعا دیگه خسته شده بودم و نمیدونستم تکلیفم چیه اون روز داداشم دوباره سراغ زن داداشم رفت و با خواهش و تمنا اونو به خونه برگردوند و دست منم گرفت و باز به خونه شوهرم برگردوند. حقیقتش این بود که دیگه از داوود متنفر شده بودم. هیچ جوره دیگه دوستش نداشتم. تا حالا همه چی رو تحمل کرده بودم ولی الان دیگه طاقت تحمل کردنش رو نداشتم. اینو به خود داوود هم گفتم و گفتم به خدا قسم اگه یه بار دیگه با هم دعوا کنی حتی فرش طلا زیر پام پهن کنی دیگه به خونت بر نمیگردم. تو داری کاری میکنی که ازت نفرت پیدا کنم. تا وقتی که دوستت دارم کنارت میمونم ولی وقتی ازت متنفر بشم به هیچ سراتی مستقیم نیستم و به این خونه بر نمیگردم وقتی که اینجوری داوود تهدید میکردم نرم میشد و سعی میکرد به من محبت بیشتری بکنه چون خودش هم میدونست که کارش گیره ولی نمیدونم حافظش کم بود زود فراموش میکرد یا فکر میکرد من اونقدر بهش علاقه دارم که به هیچ عنوان حاضر نمیشم ازش جدا بشم و بنای ناسازگاری میساشد حالا دیگه تقریبا یه سال و نیم بود که من و داوود با هم ازدواج کرده بودیم که یه روز مادرم با ذوق و شوق عجیبی زنگ زد و گفت زن داداشت حامل است و چقدر من خوشحال شدم مادرم بهم همی گفت ولی تو تنبل شدی تو زودتر از این ازدواج کردی باید الان حامله می شدی ببین عزیزم آوردن یه بچه میتونه میخه تو محکم تر بود دیگه مشکلی بین خودت و شوهرت وجود نداشته باشه دقیقا از زمانی که زن داداشت حامله شده داداشت باهاش مهربون تر شده حسابی بهش میرسه و باب دلش رفتار میکنه بهش قول داده بعد به دنیا اومدن بچه حتما یه خونه بگیر و از ما جدا بشن البته من راضیم همین الان جدا بشن واقعا برای داداشم و زن داداشم خوشحال بودم میتونم بگم اینجوری خیالم راحت میشد که ممکنه اونا دعواشون کمتر بشه الان به هوای بچه هم که شده تلاش میکنن بهتر با هم دیگه رفتار کنن گاهی وقتا زنداداشم و که می دیدم دلم زف می رفت برای بچه. من هم دوست داشتم یه بچه داشته باشم ولی نمی خواهر دومم که ازدواج کرده بود بچه دومش هم حامله بود. فکر می کنم قرار بود من در آرزوی بچه بمونم. بالاخره عروسی خواهر بزرگم هم انجام شد. اون به خونه بخت رفت. تو عروسی خواهر بزرگم زنداداشم که فقط سه ماه بود حامله بود دست به سفید نمیزد. همش میگفت دکتر بهم هم گفته استراحت کن در حالی که هیچ دکتری همچین حرفی رو بهش نزده بود با ناز و افاده خاصی با من حرف میزد و بالای مجلس نشسته بود مادر شوهرم چند بار تن و کنایه های به هم میزد که نمیدونم چرا داوود صاحب بچه نمیشو یه بارم در حالی که به اصطلاح داشت کسی دیگه رو مثال میزد میگفت به فلانی گفتم اگه خدا صلاح میدونه از اون عروست بچه داشته باشی خدا بهش بچه بده وگرنه بهتر اجاقش کور بمونه و از یه زن دیگه پسرت بچه دار بشه. حرفش مثل پتکی توی سرم میکوبید. دلم میخواست حرفا و چیزایی که توی مغزم بود و بیرون بریزم و بتونم حالش بگیرم. ولی نمیتونستم چون قولی که داده بودم رو زیر پا نمیذاشتم. بارها و بارها فکر کرده بودم چی کار باید بکنم که این مشکل رو بتونم حل کنم. یه روز در حالی که توی خونه تنها نشسته بودم و داوود هم به سر کار رفته بود دوباره مرواریدها ها رو آوردم و شروع کردم به درست کردن یه گیره سر برای خودم. آرزو می کردم این گیره سر رو یه روز به سر دخترم بذارم. بنابراین گیره سر رو به شکل یه پروانه درست کردم. چون دوست داشتم اسم دخترم و پرستو یا پروانه بذارم که یه دفعه تلفن خونمون به صدا در اومد. وقتی گوشی رو برداشتم مادرم بود که بغز کرده بود و حالش خراب بود. ازش پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت داوود خونه است گفتم نه رفته سر کار گفت پس جمع کن بیا اینجا کارت دارم از وقتی که دوتا خواهرام از شهرمون رفته بودن و شهر دیگه زندگی میکردن من عزیز دل مادرم شده بودم هر وقت کاری چیزی داشت به من زنگ میزد و دعوتم میکرد که برم خونشون با حول و ولا آماده شدم چون صدای مادرم چنان میلرزید که ترسیدم خودم و به خونه مادرم رسوندم مادرم تو حیات وایستاده بود و از گریه هایی که کرده بود چشماش قرمز شده بود. یه لحظه از پدرم ترسیدم. گفتم اتفاقی افتاده چی شده؟ و اون گفت نه برای بابات اتفاقی نیفتاده. زنداداشت. ناخداگاه سرم و بالا آوردم و نگاهم به در و اتاقشون افتاد. گفتم چی شده؟ نکنه دوباره قهر کرده رفته؟ مادرم گفت نه. امروز وقتی از پله ها میومد پایین پاش پیچ خورد و افتاد و حالش بد شد. داداشتم بردش بیمارستان و الان زنگ زد و گفت بچمون سخت شد. آه از نهادم بلند شد. همونجا رو زمین نشستم و چادرم پخش زمین شد. یا خدا چشام پر اشک شد. وقتی زن داداشم و به خونه برگردوندیم حال روز خوشی نداشت. اجازه نمیداد هیچ کس بره به دیدنش. ما هم طبقه بالا نمی رفتیم. حتی وقتی طبقه پایین مهمون می اومد داداشم میومد اومد پایین مگه نمیگم سر و صدا نکنید خانومم ناراحته یه ذره درک کنید فردای اون روز داوود زنگ زد و گفت کجایی من اومدم خونه گفتم خونه مادرمم و گفتم چه اتفاقی افتاده گفت همه چی ول کن بیا خونه همه چی رو میدونم وقتی برگشتم خونه مادر شوهرم رو دیدم که عصبانی دست به کمر وایستاده بود و میگفت تو دعا و جادو کردی برای بدبخش شدن سهیلا من هاج و واج به دهنش نگاه میکردم و میگفتم یعنی چی که تو جادو کردی؟ گفت رفتیم کتاب باز کردیم گفته براش جادو کردن برای همینه که بچهش سخت شده از همه جا بیخبر فقط نگاه میکردم اون شب اونقدر گریه کردم که قدرت بلند شدن از جامو نداشتم اصلا از این چیزایی که می گفتن سر در نمی آوردم جالب بود که تمام مدتی که مادرش داشت صحبت می کرد داوود هیچی نمی گفت مادر شوهرم می گفت. چون تو بچه دار نمیشی برای همینه که اون بچه رو جادو کردی اصلا چجوری دلت اومد اون بچه برادرته وای مگه همچین چیزی امکان داشت اون لحظه به داوود نگاه میکردم که سرش پایین انداخته بود و صداش در نمیومد بعد از رفتن مادر به داوود گفتم هر چی بینمون بوده تموم شد من دیگه تو این خونه نمیمونم چشماش پر اشک شد و گفت انتظار داشتی تو روی مادرم وایسم آقا والدین بشم وای که چه چیزایی از این آدم میشنیدم چرا من دو سال عمرم و به پای آدمی ریختم که یه رگ غیرت توی وجودش نبود چرا این همه عذاب و تو خونه این آدم تحمل کردم و صدام در نیامد بهش گفتم همه چی رو تحمل کردم همه چیزایی که آرزو داشتم به باد رفت گفتم میتونم همه اینا رو تحمل کنم میخواستم از همه آرزوهام بگذرم و فقط کنار تو بمونم ولی از اینکه انقدر بی عرضه ای که جلوی مادرت وای نمیسی و اجازه میدی هر دهنش میاد به هم بگه خسته شدم دیگه نمیتونم تحمل کنم من میرم تا تو همچنان کنار مادرت بمونی و ازش جدا نشی چمدونم و بستم و اومدم وسط خونه بعد از دو سال از عروسیم من هنوز دختر بودم چون شوهرم حتی توانایی ارتباط برقرار کردن با من و بلد نبود اون توی مسائل زناشوی ناتوان بود من تصمیم گرفته بودم خودم رو فدا کنم. این راز توی دلم نگه دارم. ولی دیگه نمیتونستم. دیگه نمیتونستم فدا کار باشم. چون اون حتی نمیتونست رو حرف مادرش حرف بزنه. چادرم و سرم کردم و چمدونم و برداشتم. داوود حرفی نمیزد و فقط انگار با چشماش التماس میکرد که این کار رو نکنم. ولی دیگه توان من تموم شده بود و از خونه بیرون رفتم. توی خیابون وایساده بودم. بارون نم نم میبارید. سرم و بالا گرفتم و آسمون رو نگاه کردم نمیدونستم کجا باید برم و پناه هم کیه چند تا خیابون رو بی هدف کردم و ناخداگاه خودم و جلوی خونه دایی کوچیکم دیدم زندایی کوچیکم هم کلاسی مدرسه‌مون بود که چند سالی زودتر از من ازدواج کرده بود دقیقا بعد از اینکه پنجم ابتداییشو گرفت و الان یه دختر و یه پسر داشت ناخداگاه دستم و به سمت زنگشون بردم و اونو فشار دادم زنداییم در رو باز کرد و با دیدن من چقدر زخ کرد. من خیس بودم. چادرم به کف سرم چسبیده بود. وقتی حال خراب منو دید و چمدون تو دستم و یکم ترسید. زود منو داخل خونه برد و لباس داد تا عوض کنم. همه ماجرا رو براش تعریف کردم. اون منو به اتاق خوابش برد و گفت یکم بخواب. از شدت گریه هایی که کرده بودم چشام میسوخت. روی تخت دراز کشیدم. و بستم و خوابیدم. نمیدونم چند ساعتی بود خوابیده بودم که با صدای هم همه ای از خواب بیدار شدم. متوجه شدم پدر و مادرم به خونه داییم اومدن. انگار داییم به اونا زنگ زده بود و اونا به خونه داییم اومده بودن و وقتی پدرم منو دید از جاش بلند شد و گفت مگه پدرت مرده که تو اومدی خونه داییت و منو بغل کرد. چقدر به بغلش نیاز داشتم. چقدر این آغوش گرم و کم داشتم. با صدای بلند گریه می و همه با هم هم نوا شده بودن. وقتی آروم شدم ازم خواستن همه ماجرا رو براشون تعریف کنم و من همه چی رو گفتم. حتی بهشون گفتم چند باری با داوود به دکتر رفتیم. ولی متاسفانه مشکلش حل شدنی نیست. من میخواستم برای همه عمرم این ماجرا رو توی دلم نگه دارم و سرم و پایین بندازم و زندگی کنم. یه زندگی بدون عشق. یه زندگی که قرار بود توی اون خودم و احساساتم و همه وجودم رو دفن کنم. ولی وقتی دیدم داوود ارزه نداره پیش مادرش از من حمایت کنه چطور صبر کنم پدرم اشک میریخت و میگفت اجازه نمیدم مشکلی برات پیش بیاد همه یه برگاه های پزشکی که رفته بودیم و به دایی و پدرم نشون دادم داییم دوستی داشت که تو بیمارستان کار میکرد اون برگاه ها رو برد پیش دوستش به چند تا دکتر نشون داده بود و اونا هم تایید کرده بودن که این مشکل رفت شدنی نیست و توی دادگاه با گواهی که من از سلامت خودم گرفتم و گواهی پزشکان از داوود جدا شدم هیچ کدوم از اعضای خانواده داوود رو توی دادگاه حتی توی محضر ندیدم میدونستم از خجالتشون نیومدن دلم میخواست الان قیافه مادر شوهرم رو میدیدم تا ببینم در چه حالیه هرچند من از ناراحتی کسی خوشحال نمیشم ولی بدجوری منو سوزونده بود نیمی از مهریه هم به من میرسید چون این داوود بود که مشکلش رو پنهون کرد و در واقع دروغ گفته بود میگفت گفت خونه ای که توش زندگی می کردیم و به نامت میکنم. فقط میخوام منو حلال کنی و خیلی زود ازم خواست به دفتر ثبت اسناد برم اون همه کارا رو انجام داده بود برای اینکه خونه رو به نام من کنه پدرم قبل از اون با هم صحبت کرده بود و گفته بود که داوود به اندازه کافی بدبختی توی زندگیش هست نمیخوام دخترم هم تو بیچاره شدنش کمک کنه من بهش گفته بودم که نیاز ندارم خونه اونو که تنها سرمایه زندگیش بود و ازش بگیرم. بهش پیام دادم که نمیخوام خونه رو به نام من بزنه. فقط بیاد محضر و طلاق نامه رو امضا کنه و یه روز خودش و برادرش به محضر اومدن و سیغه طلاق جاری شد. چند وقتی بعد از اون حال خوشی نداشتم. گاهی وقتها دلم به حال داوود میسوخت. یه وقتهایی به خودم نهیب میزدم که شاید بهتر بود میموندم تو اون زندگی و نمیذاشتم داوود تنها بمونه ولی خود خودم از بندش نخواسته که خودش توی تنگ قرار بده و زندگی رو به کام خودش تلخ کنه برادرم و زنداداشم از اون خونه بیرون رفتن اولش زنداداشم میخواست از داداشم جدا بشه با زحمت زیاد و با پادرمیونی بزرگترا این اجازه رو ندادیم اون روزا داداشم میگفت تو میخوای زندگی منو نابود کنی منی ای که این وسط مظلوم واقع شده بودم و همه دنیا روی سر من خراب شده بود بعد از رفتن برادرم از اون خونه یه اتاقی تو طبقه بالا برای من مهیا کردن و اونجا زندگی می کردم. همه جهیزیم و هم توی یکی از اتاقا جمع کردم. بعد از اون هر کس به خواستگاری من می اومد با تعجب می پرسید مگه ممکنه دو سال ازدواج کرده باشی و دختر به خونه برگردی. دیگه حرف و حدیث مردم بمونه که چه چیزایی پشت سرم نمیگفتن. من هیچ کدوم رو حساب نمی کردم و خدای من شاهده که چه اتفاقاتی در گذشته من افتاده بود. الان که دارم ماجرای زندگی مو براتون می نویسم چند سالی از اون ماجرا میگذره. من چهل و چهار سالمه. با مردی به نام یونس ازدواج کردم و سه تا فرزند دارم. دو تا دختر و یه پسر و تو شهر تهران زندگی میکنم. خدا رو شکر زندگی خیلی خوبی دارم. خبر زیادی از داوود ندارم فقط میدونم که کنار پدر و مادرش زندگی میکنه. کسی که این مطلب رو به هم گفته میگه یکی از چشماش کاملا نابینا شده و یکی از چشماش هم سوی خیلی کمی داره. امیدوارم خداوند کمکش کنه. من این موضوع تو زندگیم فهمیدم که گاهی وقتها باید به فکر خودت هم باشی و نباید همیشه از خودت برای دیگران گذشت کنی و اینکه خداوند به هر کسی به اندازه نیت و فکری که توی سرش هست میده. ممنون که تا پایان این داستان با من همراه بودین. اگر شما هم تجربه جالبی دارین